تحولات در منطقه. رویترز 29 مرداد خبر داد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفر به اسرائیل تلاش دیپلماتیک اخیر واشنگتن برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه را آخرین فرصت نامید و از همه طرف‌ها خواست تا این توافق را به سرانجام برسانند. بلینکن به خبرنگاران گفت این یک لحظه تعیین کننده است و احتمالاً بهترین و شاید آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه، دستیابی به آتش‌بس و قرار دادن همه در مسیر بهتر به سوی صلح و امنیت پایدار باشد. وی که این سخنان را پیش از دیدار با رئیس جمهور اسرائیل بیان می‌کرد، افزود من به دستور رئیس جمهور بایدن به عنوان بخشی از یک تلاش دیپلماتیک فشرده به منظور رساندن این توافق به خط پایان و در نهایت عبور از آن اینجا هستم. وقت آن است که همه به توافق برسند و به دنبال هیچ بهانه ای نباشند. This is a decisive moment. Probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. تلویزیون ABC استرالیا روز دوشنبه گفت حماس آخرین پیشنهاد آتش‌بس در غزه را رد کرده و اعلام کرده است که این پیشنهاد به نفع اسرائیل است. حماس پس از بررسی طرح جدید کشورهای میانجی در گفتگوهای دوحه اعلام کرد این پیشنهاد شامل شرایط جدیدی است که از سوی اسرائیل مطرح شده و قابل قبول نیست. این منبع افزود حماس در بیانیه‌ای در ارتباط با گفتگوهای دوحه اعلام کرد پس از اطلاع یافتن از جزئیات آنچه در دور آخر گفتگوها در دوحه رخ داد بار دیگر به این نتیجه رسیدیم که نتانیاهو همچنان در مسیر رسیدن به توافق مانع ایجاد می کند و شرایط و خواسته های جدیدی را با هدف تضعیف تلاش های میانجیگران و طولانی کردن جنگ مطرح می کند. ما نتانیاهو را به طور کامل مسئول شکست تلاش های میانجی ها و ممانعت از دستیابی به توافق می دانیم. از سوی دیگر نتانیاهو در گفتگو با اعضای کابینه خود حماس را به لجبازی و متوقف کردن مذاکرات متهم کرد. رسانه از شرق عربستان سعودی 28 مرداد به نقل از یک منبع مسئول حماس برخی از مفاد طرح پیشنهادی جدید آمریکا در گفتگوهای دوحه را فاش کرد. این منبع گفت پیشنهاد آمریکا شامل خروج نیروهای ارتش اسرائیل و تعهد به آتش‌بس دائمی پس از مرحله اول توافق نبود. این خبرگزاری به نقل از منبع حماس که با مذاکرات آشنا بود نوشت این پیشنهاد کاملا با سندی که در 2 ژوئیه توافق شده بود متناقض است و حماس هنوز منتظر نتایج نشست‌های دوحه و قاهره است. طبق این گزارش پیشنهاد آمریکا شامل کاهش حضور نیروهای اسرائیل در گذرگاه فیلادلفیا بدون خروج کامل آنهاست و اسرائیل خواهد توانست در صورت عدم توافق طرفین بر سر مرحله دوم توافق به جنگ ادامه دهد. این منبع همچنین گفت پیشنهاد واشنگتن شامل تبعید تعداد زیادی از اسرای فلسطینی آزاد شده توسط اسرائیل به خارج از فلسطین است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی روز 29 مرداد گفت موضوع آتش بس در غزه با حق جمهوری اسلامی در پاسخ به متجاوز ارتباط مستقیمی پیدا نمی کند. لازم هست دو موضوع رو از همدیگر به طور واضح و روشن تفکیک کنیم. موضوع آتش بس و حق جمهوری اسلام ایران در پاسخ دادن به یک رژیم متجاوز
که به تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تعدی و تجاوز کرده و امنیت ملی اون رو مخدوش کرده و مهمان عالی رتبه سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو در خاک ایران در یک اقدام تروریستی به شهادت رسونده. موضوع آتش بس یک موضوعی است که اکنون مطالبه بین المللی و جهانی است، اما این موضوع طبیعتاً ارتباطی با حق مشروع و قانونی و شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متجاوز و تنبیه متجاوز ارتباط در واقع مستقیمی پیدا نمی کند. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه بر حق مسلم و حق ذاتی خود در تنبیه متجاوز تأکید داریم، در این حال به دوستان خود در واقع گفتیم که ما به دنبال تشدید تنش در منطقه نیستیم، از تلاش های توأم با حسن نیت برای برقراری آتش بس حمایت میکنیم، در این حال بر حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در استیفای حقوق خود و تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی در مقابل یک رژیم تروریستی تأکید داریم و این رو در زمان مقتضی از آن استفاده خواهیم کرد. بیکیفرمانی این رژیم، متأکید میکنیم بیکیفر ماندن این رژیم یک تهدید عینی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است.